سرخط مهمترین ها. سال گذشته در کشور ما چه وضعیتی بود؟ هر روز خانم ها بیوه نمی شدن، از خانه و کاشانه خود بیرون نمی شدن. رد کول دیر آسانه دی، مگر هم چش افغانستان دو پارا به گتاوروی اغدا دی چه در رقم کرن و مخنیوی چنگی بای توشی؟ برای این عملکردها شما برای منابع بشری ضرورت دارن که هم حکومت ها این در را تلاش میکنه برای سمت بشناسند و هم چالش های داخلی را مدیریت بکنند. مردم ناچار خواهد شد که به طرف جبهاتی که در برابر طالبان می جنگه به اون طرف برود. وقتتان بخیر. شما بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک با من ادریس فاروقی هستید. امارت اسلامی ادعای دیدبان حقوق بشر مبنی بر کشتار غیر نظامیان و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و به اساس خوانده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در اعلامیه گفته که در حال حاضر حقوق بشری شهروندان افغانستان تامین است و از نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل خواسته تا به تبلیغات بی اساس گوش ندهند. همزمان با این ندا محمد ندیم والی کابل مخالفت با نظام امارت اسلامی را حرام خوانده و گفته که مخالفان حکومت کنونی و کسانی که امنیت را مختل کنند واجب القتلند. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. واکنش امارت اسلامی به گزارش دیدبان حقوق بشر. پس از نشر گزارش دیدبان حقوق بشر مبنی بر کشتار غیر نظامیان و نقض حقوق بشر در افغانستان، امارت اسلامی این گزارش را رد کرده و به اساس خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در اعلامیه گفته که در مقایسه با 20 سال گذشته در حال حاضر حقوق بشری شهروندان افغانستان تامین است. حقوق بشر در افغانستان در مقایسه با 20 سال گذشته بیشتر تامین است. به هیچ کس ظلم نمی شود، از تلفات جلوگیری شدن ناامنی نیست و هیچ موردی از تلفات غیر نظامی نداریم. هیچ موردی نیست که ثابت کند نیروهای استخبارات بعد دور از بخش های عدلی و قضایی کس را کشته و یا اعدام کرده باشد و یا کارمند وزارت امر به معروف کس را لت و کوب کرده باشد. حقوق بشری در کجا نقض شده؟ شما خودتان محاسبه کنید که سال گذشته در کشور ما چه وضعیتی بود؟ هر روز خانم ها بیوه نمی شدن، از خانه و کاشانه خود بیرون نمی شدن، جبهه ها سرشان انداخته نمی شدن، تمام حقوق آنها غصب شده بود. در اعلامیه از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواسته شده تا به تبلیغات بی اساس که بر ضد امارت اسلامی است گوش ندهند. خب دوی چه ایدین چه ردی کری دی دقیق مخنیوای وکری او الیرا تا اشاره وکری رد کول دیر آسانه دی، مگر هم چش افغانستان دو پارا به گتاوروی اغده دی چه دی در رقم کرن و مخنیوای چنگی باید وشی؟ همزمان با این ندا محمد ندیم والی کابل گفته که مخالفت و جنگ با نظام امارت اسلامی حرام است. والی کابل در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود با اشاره به جبهه موسوم به مقاومت می‌گوید مخالفان حکومت کنونی واجب القتلند. الله جل جلاله اسلامی امارت اسلامی خلافت حکم کړی دی په افغانستان. د دې سره مقابله، د دې سره جنگ، د دې مخالفت دا ټول حرام ناروا دی. هر مقابل شدی هغه واجب القتل دی. داسې جهاد ورسره فرض دی لکه څنګه چې د سره امریکایانو سره فرض.
در این اواخر گزارش های از درگیری میان نیروهای امارت اسلامی با جبهه موسوم به مقاومت در شماری از ولایت ها از جمله در پنجشیر به نشر رسیده است. فعالیت های سیاسی یا اختلافات سیاسی و مدنی حق هر شهروند افغانستان است. اگر برای حل اختلافات سیاسی تلاش میکنین بناهن در مذاکره را باز کنین، از در مذاکره بهتر است تا اینکه شما مردم واجب القتل حساب کنین. به تازگی دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ای گفته که نیروهای امارت اسلامی غیر نظامیان را در ولایت پنجشیر بازداشت و شکنجه کردند، موردی که امارت اسلامی آن را رد میکند. نزدیک به 10 ماه از تحول سیاسی پسین در افغانستان میگذرد. جامعه جهانی رعایت حقوق بشر از جمله حقوق بانوان و اقلیت‌ها را از پیش‌شرط‌های اصلی برای به رسمی شناختن امارت اسلامی اعلام کرده است. مشاور امنیت ملی قطر در رأس یک هیئت به کابل آمده و با مقام‌های امارت اسلامی دیدارا گفتگو کرده. محمد المسند در جریان سفرش به کابل با سرپرستان وزارت امور خارجه، داخله و همچنان معاون رئیس وزیران دیدار و روی چگونگی وضعیت اقتصادی، بشری، سیاسی و همچنان روابط دیپلماتیک گفتگو کرده. امیرخان متقی نیز در این دیدار به مشاور امنیت ملی قطر گفته که امنیت در افغانستان تامین شده و هیچ نگرانی برای سرمایه گذاران و سیاستمداران وجود ندارد. از سوی همین مقام بلندپایه قطری در دیدار با سراج الدین حقانی گفته که کشورش روابط قوی با افغانستان دارد. گزارش از نوید صمدی. سفر نابه هنگام مشاور امنیت ملی قطر به کابل. محمد بن احمد المسند مشاور امنیت ملی قطر در رأس یک هیئت بلندپایه روز گذشته به کابل آمد و با شماری از چهره های بلند پایه امارت اسلامی در کابل دیدار و گفتگو کرد. آقای المسند در جریان سفرش به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله و ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس وزیران روی چگونگی وضعیت اقتصادی، بشری، سیاسی و همچنان روابط دیپلماتیک بحث و گفتگو کرده است. هدف از سفر ما به افغانستان دیدار با مقام‌های طالبان است تا از نزدیک روی چالش‌های موجود و دریافت یک راهکار مناسب بحث صورت گیرد. افغانستان از دیر زمان است که با کشور ما روابط نیک و حسنه دارد و ما خواهان حفظ این روابط از سوی حکومت فعلی هستیم. عبدالغنی برادر و امیرخان متقی نیز در دیدار با مشاور امنیت ملی قطر گفتند که امنیت در افغانستان تأمین شده و زمینه برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است. این دو چهره امارت اسلامی از قطر خواستند تا در بخش های معادن و تجارت در افغانستان اقدام های تازه را انجام دهند. برای رسمی شناختن حکومت آیند افغانستان، طالب ها یک برنامه منظم مشخص نیاز دارند. کم مسائل داخلی مد نظر گرفته باشد و هم رقابت های منطقه‌ای مد نظر گرفته باشد و همچنان کشورهای و قدرت دنیا و منطقه دوباره در یک جغرافیه حضور پیدا نکنند که با یکدیگر را متضرر بسازند یا یک سیاست رقابتی در افغانستان دوباره به وجود بیاید. از سوی هم محمد بن احمد المسند در دیدار با سراج الدین حقانی گفته که کشورش روابط قوی ایدئولوژیکی با افغانستان دارد. حضور قطر در افغانستان ممثل مناسبات جهان غرب با کشورهای منطقه با ویژه کشورهای جهان عرب در افغانستان است. یعنی تداوم این نشست ها زمینه را برای مناسبات دیپلماتیک و اعتبار بخشیدن به نظام سیاسی فراهم می سازد. کشورهای همسایه مانند پاکستان، ایران و کشورهای منطقه مانند روسیه و چین، اینها جمله کشورهایی هستند که ارتباط نسبتا گرم غیر رسمی با امارت اسلامی افغانستان داشتند و این که تاکنون حاضر نشده است که حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسد، بیشتر به خاطر است که آنها یک سری دیدگاه ها و خواسته هایی از امارت اسلامی داشتند. با این همه آقای برادر به شمول قطر خواستار روابط قوی اقتصادی و سیاسی با سایر کشورهای جهان نیست شده و همچنان گفته است که افغانستان همه شرایط جهان برای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است.
گروه بین المللی بحران میگوید در صورت که امارات اسلامی به عملکرد ضد حقوق بشری خود ادامه دهد ممکن با انزوای دائمی روبرو شود. این گروه در گزارش تازه‌اش گفته که آینده ای افغانستان همچنان عمیقا نامشخص است و امارات اسلامی هنوز تصمیم نگرفته تا چه مسیری را برای دولت خود ترسیم کند. جان سابکو سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان هم از چگونگی مصرف پولهایی که ملل متحد به هدف کمک به نیازمندان به این کشور انتقال میدهد نگرانی کرده. بشیر احمد شیرزاد گزارش میدهد. گروه جهانی بحران از روبرو بودن امارات اسلامی با انزوای دائمی در صورت ادامه عملکرد ضد حقوق بشری گفته است. گروه جهانی بحران در گزارش تازه این نهاد گفته که امارات اسلامی تا کنون تصمیم نگرفته تا چه مسیری را برای دولت خود ترسیم کند. در این گزارش وضعیت اقتصادی افغانستان نگران کننده توصیف شده و گریم اسمیت کارشناس ارشد این گروه که اخیراً از افغانستان بازدید کرده و نویسنده این گزارش هم است افزوده که هر طرف که میچرخیدیم مشخص بود که کشور در تنگنای اقتصادی وخیمی است. از کنار فروشگاه‌های آشنا با کرکره های فلزی پایان رد شدند. در حالی که افغانستان در آستانه قحطی قرار گرفته و تعداد مردم گرسنه‌ای که آنجا زندگی می کنند بیش از هر جای دیگر در جهان است. ده ها میلیون تن در بلا تکلیفی بسر می برند. قانون اساسی شماری از آگاهان هم نبود یک قانون اساسی را چالش بزرگ فراراه حکومتداری نظام حاکم می دانند. فقدان قانون اساسی یک مشکل کلان است، به خاطر که حکومت میگه که تصامیم شرعی گرفته میشه، اما این تصامیم در هر نقطه افغانستان در نکات مختلف افغانستان پیامدهای مختلف داشته که کی از کجا است، کی به کدام زبان گپ میزنه، کی اندیوال کی است. در حقیقت سیستم قضایی یک سیستم استاندارد نیست در تو یک حالت، به خاطر که تصامیم گذاشته میشه به اشخاص. از سوی هم جان سابکو سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفته نگران چگونگی مصرف پولهای در افغانستان است که ملل متحد به هدف کمک به نیازمندان به افغانستان انتقال میدهد. آقای سابکو همچنان گفته که یکی از وظایف ما همین است که بر پولهایی که از سوی مالیات دهندگان امریکایی به عنوان کمک بشری به مردم افغانستان پرداخت می شود نظارت کنیم. ما در این مورد با مقامهای ملل متحد صحبت کرده ایم که چگونه از این پولها محافظت می کنند. من امیدوار هستم که این پولها درست مصرف شوند، ولی اطمینان در این مورد مشکل است زیرا سیگار در افغانستان حضور ندارد. بسیار جالب است که با 2,750,000,000 دلار که تنها خودشان میگن که به خاطر زدودن فقر به مواد غذایی بر مردم کمک کردن و همچنان 600 میلیون دیگه هم که در حقیقت مجموع 3,250,000,000 دلار تنها در نو ما به خاطر فقر غذایی به کار زده شده، ایوازی که فقر پایین بیا فقر بلند میره و از 90 به 97 میرسه و این در حقیقت یک نوه کاسی فوران در این مسئله وجود داره. این در حالی است که عربستان سعودی هم به ارزش 30,000,000 دلار برای پشتیبانی از صندوق بشردوستانه افغانستان که زیر چتر بانک توسعه اسلامی و با هماهنگی سازمان همکاری اسلامی فعالیت دارد کمک مالی بشردوستانه ارائه کرده است. با این حال امارات اسلامی از عربستان سعودی برای کمک 30,000,000 دلاری بشردوستانه برای مردم افغانستان قدردانی کرده است. یک سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا به تازگی گفته که خروج شتابزده نظامیان خارجی از افغانستان و تسلط دوباره امارات اسلامی بر این کشور تهدیدات جدی را متوجه آمریکا و متحدانش کرده. همزمان با این دو مقام پیشین آمریکا خواهان تعامل مشروط آمریکا با امارات اسلامی شده و میگویند که سقوط طالبان منجر به جنگ داخلی دیگر خواهد شد. سهیلا یوسفی. خروج شتابزده نظامیان آمریکایی از افغانستان موردی که منتج به سقوط جمهوریت و روی کار آمدن امارت اسلامی شد. میچ مک‌کانل سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا به تازگی میگوید که خروج نظامیان خارجی از افغانستان تهدیدات جدی را متوجه آمریکا و متحدانش کرده است.
این سناتور ارشد آمریکایی از داشتن رابطه عمیق حکومت سرپرست با گروه القاعده خبر می‌دهد. مک‌کارنل می‌گوید که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان توانایی آنان را در تشخیص و هدف‌گیری گروه‌های هراس‌افغان در داخل خاک آن کشور محدود کرده است. بدون استخبارات و داشتن پایگاه‌ها در افغانستان، توانایی نظارت ایالات متحده بر تهدیدات فزاینده تروریستی در این کشور محدود شده است. تعداد ابرقدرت‌های دنیا فقط از نام تروریسم به نام یک حرب استفاده می‌کنند. اگر واقعی اینا با تروریسم مبارزه می‌کنند و در صدد عادی هستند که تروریسم نابود بسازد در جهان، اینا ریشه های تروریسم که به خود کشورهای بزرگ و امیه بر قدرت ها میرسد اونا رو بخشکاند، نه این که اینا خود تروریسم تربیه بکنن و به یک کشور بفرست. در همین حال دو مقام پیشین آمریکایی خواهان تعامل مشروط آمریکا با امارت اسلامی شدند. آنان میگویند که سقوط امارت اسلامی منجر به جنگ داخلی شده و فضا را برای حضور تروریست های بیشتر در افغانستان مساعد خواهد کرد. این دو مقام پیشین آمریکا از حکومت بایدن خواستند که با تجدید نظر در رویکرد خود با دولت فیلی برای تعامل با این گروه در کابل حضور پیدا کند. امارت اسلامی اما همواره تاکید دارد که هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه جهان نیست و از داشتن روابط دیپلماتیک خوب با کشورهای منطقه و فرامنطقه خبر داده است. تعداد خواهان برقراری رابطه مشروط با طالبان هستند و تعداد دیگر هم خواستار نداشتن رابطه با طالبان هستند. که دیدگاه نشان می‌ده که هنوز امارت اسلامی واجد شرایط تعامل رسمی با دولت ها نیست. در کنار از این به این معناست که همواره یک گزینه برای ایجاد دولت مبتنی بر اراده و خواست مردم در افغانستان وجود داره. ایالات متحده آمریکا مستقیما با امارت اسلامی افغانستان داخل کار میشه و با اینها در شکلی از اشکال دوباره میخواهد که ارتباطات دیپلماتیک خود را آغاز بکنه. اینجا ایالات متحده آمریکا خود به سوال میره، چرا این ایالات متحده آمریکا بود که به خاطر راپور بعضی از رهبرای ایالات امارت اسلامی افغانستان جایزه گذاشته بودند. این در حال است که این دو مقام از آمریکا خواستند که منافع خود را در افغانستان محدود به کمک‌های بشردوستانه نکند و هم مانند برخی کشورهای دیگر در صورت لزوم حضور غیر رسمی و روابط دیپلماتیک در افغانستان داشته باشد. آمریکا اما تماس‌های محدود خود با نمایندگان حکومت سرپرست در دوحه را در واکنش به عدم بازگشایی مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه برای دختران متوقف کرد. چهار مارکت تجارتی از سوی مسئولان محلی بغلان برای انکشاف بازار و بیشتر شدن عواید ساخته خواهد شد. مسئولان محلی بغلان میگویند با تطبیق منظم پلان و برنامه‌های کاری شهرداری در نظر دارند تا با اعمار چهار مارکت تجارتی بر علاوه انکشاف بازار عواید دولت را نیز افزایش دهند. سوی هم شهرداری نهرین میگوید پس از روی کار آمدن امارت اسلامی چندین پروژه بازسازی را در این ولسوالی تطبیق کردند و با این کار زمینه کار به ده‌ها تن فراهم شده است. نوید صمدی. انکشاف و ایجاد نظم در بازار، فراهمسازی سهولت برای دکانداران و افزایش عواید شاروالی از تازه ترین برنامه های کاری مسئولان محلی بغلان است. مسئولان محلی در ولسوالی نهرین ولایت بغلان میگویند که قرار است در همکاری با ریاست شهرداری این ولسوالی چهار مارکت تجارتی برای رشد بازار و عواید دولتی اعمار کنند. هدف از ساخت این مارکت ها بلند بردن بودجه دولت است که عواید شاروالی بلند برود و آینده همه شهر ما انکشاف پیدا کنه، شهر ما زیبا شود، چون که اگر عواید نباشه، بودجه نباشه، شهر خجور نمیشه. از سوی هم دکانداران بازار این ولسوالی از اقدام تازه شهرداری استقبال میکنند و میگویند که با تکمیل این پروژه ها از چالش های آنان کاسته خواهد شد. چون حالی مارکت ها را توضیح کرده برای هر مارکت ها برای هر بخش شخصی میتونه که همون بخش همون یک سیستم داره و در مارکت دکانداری شد جریان بده که چون مارکت یک ذره ترقی کنه پاک شود. ما از خوش هستیم که از کوچه کرده در مارکت که بریم جا به جا مارکت یک چیزی پاک منظم می باشه.
همزمان دکانداران با چنین اقدام ها از رونق گرفتن کسب و کارشان خرسند هستند. کنجی مارکت در گوشیز در یک دکان توابت باز کردیم. مردم الحمدلله خوش هستند، ما هم خوش هستیم. مارکت هم رونق داره، شهر هم رونق داره، مردم هم شوق و علاقش بیشتر شده. در همین حال شمار دیگر اما مدعی‌اند که در صورت تطبیق نشدن وعده های شهرداری آنان با چالش مواجه خواهند شد. با ما که از مشکل به این داریم که مثال یک موتر میاریم 700-800 خلطه مثال آرد و کت سمت در داخل دکان ما تعمه کنیم. اگر زمستان مثال باشه ما ایره در کجا تعمه کنیم؟ در حکومت قناعت داریم، با اجاره حکومت میتیم، همه که با ما دستیم. منطقه حکومت سری ما یک مرحمت شد بکنه، یک عمره ما یک کمک معاونت بکنه که همین مارکتی ما رو خراب نکنه. با این حال ولسوال نهرین با اطمینان از امنیت این ولسوالی از نهادهایی که برای انکشاف و بازسازی کار میکنند میخواهد تا به این ولسوالی توجه بیشتر نمایند. دکتر بغلان مرکزی سرا تر دیفاتر برکی سرا دیفاتر جلگی و تر سوتر اندرابو پوره انشالله پا دیر طول و نکاتو که هیچ مشکل نست از امنیتی ارگانون دیر پاله دی. به گفته مسئولان محلی این ولسوالی، هزینه ساخت و ساز این پروژه ها 16 میلیون افغانی می شود که از راه اجاره‌داری دوکاکین تمویل گردیده و در آینده های نزدیک این چهار مارکت به بهره برداری سپرده خواهد شد. از پرواز دو بمب افغان آمریکایی بر فراز خلیج فارس، ارتش آمریکا گفته که دو بمب افغان B-52 را بر فراز خلیج فارس به پرواز آورده. اعلام نامزدی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ترکیه و همچنان متهم شدن ترامپ به تلاش‌ها برای کودتا سوی کنگره آمریکا. بیشتر در این بسته. سنتکام یا ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفته که دو بمب افغان B-52 این کشور بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. سنتکام گفته که جنگنده های F-16 اسرائیلی در راه بازگشت این بمب افغان های آمریکایی را اسکورت کردند. پرواز جنگنده های آمریکایی بر فراز خلیج فارس در حال رخ داده که تنش بین ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای شدت گرفته است. این در حال است که شورای حکام آژانس جهانی انرژی اتمی در یک نشست غیرعلنی با اکثریت آرا از ایران به دلیل پنهانکاریش در مورد کشف آثار اورانیوم در سه مکان انتقاد کرده است. سه دولت اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک اعلام کردند که تصمیم ایران برای کاهش دوباره همکاری با نظارت‌های آژانس اتمی سازمان ملل وضعیت را وخیم‌تر می‌کند و تلاش ها برای احیای توافق برجام از قبل هم پیچیده تر خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در آن کشور رقابت خواهد کرد. آقای اردوغان که از سال 2003 به این سو به اریکه قدرت در ترکیه تکیه زده است، در یک گردهمایی حزبی در شهر ازمیر ترکیه گفته که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خود را نامزد خواهد کرد. حزب توسعه و عدالت آقای اردوغان و حزب راستگرای جنبش ملی آن کشور ائتلاف را به نام ائتلاف مردم شکل دادند. حزب جمهوری خلق ترکیه که مخالف سیاسی آقای اردوغان است و پس از حزب حاکم بیشترین کرسی های پارلمان را در اختیار دارد، تا هنوز نامزد را برای رقابت در برابر اردوغان معرفی نکرده است. رئیس جمهور اردوغان گفته که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به زمان معین آن به تاریخ 24 جون سال آینده برگزار خواهد شد. پیش از این شایعات وجود داشت که در پی وضعیت نابسامان اقتصادی و سطح بلند تورم در ترکیه که در نزدیک به 2.5 دهه گذشته پیشینه نداشته است، انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در آن کشور برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا از سوی کمیته منتخب از نمایندگان کنگره به تلاش برای کودتا از طریق سازماندهی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متهم شده است. مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام نتیجه تحقیقات خود را درباره حوادث انتخابات ریاست جمهوری و حمله و ساختمان کنگره منتشر کرده است که در آن رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در کانون تلاش‌ها برای کودتا و برهم زدن نتایج انتخابات قرار گرفته است.
کمیته تحقیق پارلمانی که رهبری آن را دموکرات‌ها بر عهده داشتند، با بهره بردن از اظهارات شاهدان و بررسی تصاویر منتشر نشده از خشونت‌های صورت گرفته توسط حامیان ترامپ در جریان حمله با کاپیتول تلاش کردند تا وجود یک کارزار سازماندهی شده برای راه اندازی شورش و برهم زدن صحنه انتخابات را به اثبات برسانند. حمله به ساختمان کنگره توسط حامیان دونالد ترامپ نقطه اوج این شورش بی‌سابقه بود که در تاریخ معاصر ایالات متحده به ثبت رسید. حاصل تحقیقات انجام شده از سوی کمیته تحقیق مجلس نمایندگان که بخشی از آن با استناد به مصاحبه‌های افراد نزدیک به حلقه دونالد ترامپ جمع‌آوری شده است، طراحی یک توطئه برای کودتا با هدف باقی ماندن رئیس جمهوری پیشین در قدرت را مورد تایید قرار می‌دهد. در مهمترین های ورزش امروزم، از سومین پیروزی بازی های یک روزه کرکت برای افغانستان، ملی پوشان کشور در سومین بازی یک روزه برابر زیمبابوه به پیروزی رسیدند. رقابت های فوتبال در پکتیا، این رقابت ها با حضور 10 تیم راه اندازی شده است. همچنان رقابت های فوتسال جام رسانه ها، این رقابت ها با برگزاری 2 بازی آغاز شد. از رقابت های لیگ ملت های فوتبال اروپا هم خواهیم گفت. پرتغال با 2 گل برابر جمهوری چک به پیروزی رسید. جزئیات بیشتر این همه در این بسته. تیم ملی کرکت کشور به سومین پیروزی خود برابر زیمبابوه دست یافت. در این دیدار ابتدا تیم ملی کرکت زیمبابوه در بخش توپ‌زنی توانست در 50 اوور و باز دست دادن تمامی بازیکنان 135 دوش را برای ملی پوشان کرکت کشور هدف قرار دهد. اما هدف داده شده را کرکت بازان کشور تنها باز دست دادن 4 بازیکن انجام داد و برای سومین بار متوالی این تیم را شکست داد. قرار است پس از این افغانستان در 3 بازی 20 اووری بین المللی دیگر به مساف این تیم برود. رقابت های فوتبال در پکتیا را اندازی شد. این رقابت ها با حضور 10 تیم از سراسر این ولایت در ورزشگاه ریاست تربیت بدنی و ورزش پکتیا برگزار شد. در نخستین بازی این رقابت ها 2 تیم اتحاد و پیمان به این رقابت پرداختند که سرانجام تیم فوتبال اتحاد توانست با 1 گل از صد تیم فوتبال پیمان عبور کند و 3 امتیاز این بازی را کسب کند. رقابت‌های فوتسال جام رسانه‌ها با 2 دیدار در کابل آغاز شد. این رقابت‌ها با حضور 7 تیم در ورزشگاه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور راندازی شده است. این رقابت‌ها همه روزه با برگزاری 2 بازی پیگیری می‌شود. رقابت‌های لیگ ملت‌های فوتبال اروپا هم با نوبوزی پیگیری شد. در حساس‌ترین دیدارها پرتغال توانست با نتیجه 2-0 جمهوری چک را شکست دهد. اسپانیا با 1 گل از سوئیسرلند عبور کرد و نروژ با سلوانیا 1-1 مساوی کرد. آل هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک بودید. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.